قرآن سوزی اقدامی ضد اسلامی و تحریک برانگیز که بیش از ده روز است کشور سوئد را با چالشی واقعی مواجه کرده است اقدامی که توسط یک افرادگرا صورت گرفت و های آن نه تنها در سوئد پایان نیافته بلکه همچنان در گوشه و کنار این کشور به آن دامن زده می شود گزارش همکارم علی اکبری را با هم می بینیم تلویزیون دولتی سوئد یکی از خبرنگاران منتقد سیاست مدار حتاک به ساحت قرآن کریم را به بهانه نقض بیطرفی اخراج کرد. آنتون اسفنسن مدیر اخبار منطقه جنوبی شبکه سوئدی اس تی وی پی در این باره گفت بررسی های انجام شده نشان داد که این خبرنگار اصل بیطرفی را در این شبکه نقص کرده است تحقیقات به پایان رسیده و منجر به اخراج وی شده است این خبرنگار با بیان اینکه رفتار راسموس پالودان تحریک آمیز بوده خطاب به وی گفت به خانه خودت برگرد ای نادن پالودن در سخنرانی خود در شهر گوتنبرگ سوئد که مسلمانان زیادی در آن زندگی می کنند امدن به اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله توهین کرده بود پس از موج عظیم حملات علیه پالودان وی ضمن توجیه رفتار خود به سراحت اعلام کرد قانون سوئد را که انتقاد از ادیان را مجاز میداند نقض نکرده است در واکنش به این حوادث چین از سوید انتقاد کرد و از این کشور خواست به اعتقادات مسلمانان احترام بگذارد. وانگ ونبین بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت آزادی بیان نمی تواند توجیهی برای تبعیض نجادی یا فرهنگی باشد. امیدواریم سوئد به اعتقادات مذهبی اقلیت ها از جمله مسلمانان احترام بگذارد. بسیاری از کشورها از جمله ایران، ترکیه، امارات و عربستان به همراه تعدادی از سازمان های عربی و اسلامی سوزاندن قرآن را محکوم کردند و این رفتار را تحریکی برای مسلمانان در سراسر جهان دانستند.